سلام بر دارندگان نرم افزار آزمون‌یار نسخه مؤسسه و همچنین نسخه دبیر، اونایی که قابلیت آزمونگیری رو فعال کردن که این کار با یه هزینه بیشتر میتونیم قابلیت آزمونگیری رو افزایش بدیم و تعداد حالتهایی که روی صفحه هست تعدادش بیشتر میشه. پس این قابلیت مخصوص مؤسسات و دبیرستان‌ها و مدارس و مجتمع‌های آموزشی است. برای اینکه ما بتونیم آزمون رو وارد کنیم و به صورت دستی وارد کنیم و کارنامه صادر کنیم، ما باید مراحل زیر رو انجام بدیم. ببینیم اولین کاری که باید انجام بدیم و همه بعضی اکثرا فراموش می‌کنن، باید بریم توی قسمت پیکربندی. پس دقت کنیم، اولین کار باید بریم داخل قسمت پیکربندی تا ویرایش شاخه بندی داوطلبین رو فعال کنیم. خب من اینو میزنم، خب اینجا یه صفحه باز میشه، اینجا گزینه اضافه رو میزنم، مثلا میزنم ریاضی. خب شاخه ریاضی باز شد، از دوباره میزنم اضافه، میزنم تجربی، که البته فکر کنم این داخل خود این باز میشه، پس اینجوری نباید باشه. خب حالا خوب شد که این کار انجام ده. من ریاضی رو میزنم، اسمش رو عوض میکنم، میزنم مثلا دبیرستان حسابی. پس ما اول باید یه شاخه بندی کلی انتخاب کنیم، دبیرستان حسابی. حالا داخل دبیرستان حسابی اضافه میکنم تجربی و ریاضی. پس ما اومدیم داخل شاخه بندی دبیرستان حسابی دو رشته تجربی و ریاضی اضافه کنیم. اگر بخواید داخل اینا میتونیم بازن چیز اضافه کنیم، مثلا من میتونم روی تجربی کلیک کنم و اضافه رو بزنم، مثلا بنویسم دهم. خب که اینجا دهم فعال میشه، یعنی داخل شاخه بندی تجربی دهم هم داره اینجوری. خب حالا بعد که این کار انجام دادم، اینجا گزینه تایید رو میزنم. حالا فعلا به صورت آزمایش تغییرات ثبت شود، تایید. خب ببینیم، پس من اومدم اینم خروج رو میزنیم و میریم رو صفحه اول. پس ما ابتدا باید بریم توی قسمت پیکربندی و داوطلبین خودمون رو شاخه بندی کنیم. اول نام مؤسسه رو میزنیم و داخل نام مؤسسه رشته ها رو مشخص میکنیم و بعد مقطع های تحصیلی رو، یا برعکسش، اول مقطع و بعد داخل هر مقطع رشته رو مشخص میکنیم. خب الان دیگه میتونیم بریم تو قسمت داوطلبی و اینجا ببینیم اضافه گروهی فعال هست و ما میتونیم اضافه کنیم. خب من دو داوطلب رو میخوام وارد کنم، پس اینجا عددش رو 2 میزنم و تایید کنم. این صفحه که باز میشه، نام، خب نام رو میزنم مثلا علی، با گزینه تب، با این گزینه بعد رو بعدی رو کلیک میکنیم، مثلا محمدی. خب اینجا پسر هست، دبل کلیک که بکنیم میشه پسر، نام ولی، شماره شناسنامه و رمز اینترنتی، یعنی ما میتونیم به دانش آموزا رمز اینترنتی بدیم و اینا رو روی سایت آپلود کنیم که دانش آموزا با رمز اینترنتی و شماره کاربرشون بتونن وارد بشن. خب نفر بعدی رو مشخص میکنم، مثلا رضا هست، فامیلیش جوادی مثلا. خب اینجا دبل کلیک میکنم بشه پسر. خب حالا ببینیم برای کلاس ها یا پسر رو یک کار دیگه میشه بکنیم. اگر من روی این دبیرستان راست کلیک بکنم، ببینین چی نوشته. نوشته کپی بخش نشان داده از سطر جاری تا انتها، از ابتدا تا سطر جاری، هر چی بخوای میتونی عوض کنی. مثلا من روی اینو دبل کلیک میکنم، خب این دانش آموز دبیرستان حسابیه که الان تعریف کردم، روش دبل کلیک میکنم، مجددا روی تجربی دبل کلیک میکنم و ایشون دانش آموز دهم تجربیه، تایید میکنم. خب ببینین، من روی این راست کلیک میکنم، کپی بخش انتخاب شده از سطر جاری تا انتها. ببینین چه جالب شد، آقای رضا جوادی هم به این کلاس اضافه شد. پس نیازی نیست شما هی دونه دونه وارد کنین، یکی رو که وارد کنین همه اینا وارد میشه. بعد گزینه تایید میزنم، آیا تغییرات انجام شده ثبت شد؟ بله. و خروج. پس ما الان دو تا دانش آموز تعریف کردیم. حالا پس مراحل رو یه بار دیگه میگیم. ابتدا شد شماره 1 پیکربندی، شماره 2 داوطلبین. خب حالا بریم تو قسمت نتایج. خب ما میخوایم نتایج رو
به صورت دستی وارد کنیم. پس میریم تو قسمت نتایج، بعد که نتایج رو زدیم و در نهایت این قسمت اضافه رو میزنیم. حالا اینجا انتخاب آزمون، فرض کنیم من مثلا یه آزمون واسه اینا تعریف کردم، مثلا کنکور رشته ریاضی شیمی 90 تعریف میکنم. خب اینو تاییدش میکنم، انتخاب داوطلبی رو میزنم. اینجا رو نگاه کنیم، میتونیم نام داوطلب رو سرچ کنیم، میتونیم نام خانوادگی رو سرچ کنیم، میتونیم نام پدر، ولی حالا ما چون دوتا داوطلب داریم هر دوتا داوطلب رو انتخاب میکنیم. اینجا مشخصات اومد، علی محمدی کلاس دبیرستان حسابی تجربی دهم. اینو با این مثلث میزنیم و بعدی هم انتخاب میکنیم. پس دوتا دانش آموز انتخاب شد. خب حالا من میخوام به صورت دستی وارد کنم. ببینید روی اسم علی محمدی دبل کلیک میکنم، این باز میشه. اینجا نشه پاسخ زده، روی این کلیک میکنم. الان من گزینه ها رو به صورت تصادفی میزنم، حواستون باشه. اگر عدد یک رو تایپ کنیم میشه گزینه یک، اگر دو رو تایپ کنیم میشه گزینه دو، سه و چهار، اگرم نزده باشه میشه صفر. خب ببینین یک، پس من یک رو تایپ کردم، اینجا دو زده، مثلا چهار زده، یک دو و همینطور به صورت تصادفی فعلا اینو میزنم و کنارش هم مینویسه درست غلط. پس من صفرم بزنم که نزده، وقتی صفر میزنم منفی یک مینویسه. خب پس 35 تا واسه علی محمدی وارد شد و تایپ کن. حالا نوبت رضا جواد، این رضا جوادی وارد میکنیم. خب اینم به این صورت، عدد 3 2 الی آخر 4 1 همینجوری نام میزنم، ببینیم درست غلط نام معتبر. و حالا صفر هم بزنیم که این نزد. خب خب ما همه اینا رو زدیم. خب این 35 تا وارد شد و تایپ. پس یک بار دیگه من مراحل رو میگم برای بار اول و اینجا خروج رو بزنیم. خب پس مراحل شد: شماره یک پیکربندی، شماره دو داوطلبی، شماره سه نتایج و شماره چهار و پایانی گزارش. گزارش در واقع تهیه کارنامه است. خب من گزارش رو میزنم. بعد اینجا میگه که زمان بره و آقای مایلی انجام. بله ما اینو انجام میدیم تا گزارش ما آماده بشه. خب گزارش ما میخواد انجام بشه، تمام آزمون ها و تمام داوطلبی رو تحلیلش میکنه تا کارنامه برای این دو دانش آموز آماده بشه. یکی از قابلیت های خیلی جالب آزمونیات، ببینید داشتن 10 نمونه کارنامه است. کارنامه داوطلبی، کارنامه تک به تک دانش آموزان رو میده، کارنامه کلاسی که وضعیت کلاس ها رو با هم مقایسه میکنه، نفرات برتر، کلاس های برتر، کدام کلاس بهترین بوده، لیست مادر یعنی چی؟ یعنی داوطلبی کدومشون بررسی میکنه که در کل اینا به چه صورت بودن، لیست مادر برای کلاس ها که در واقع تمام اونا رو با هم بررسی میکنه، تمام کلاس ها رو با هم بررسی میکنه، لیست مادر داوطلبین، تمام دانش آموزای کل کلاس یا هر چوری که بخوام با هم بررسی میکنه. بررسی سوالات آزمون بسیار خوبه واسه دبیرایی که خیلی آدمای دقیقی هستن و میخوان تک تک سوالا رو ببینن که دانش آموزا روی کدوم سوالا قوی تر بودن یا ضعیف تر، تا بتونن بر اساس بررسی تک تک سوالا، سوالایی که کل دانش آموزا ضعیف تر بودن، مجددا با دانش آموزا کار کنن. بررسی سابقه سوالا، بررسی سابقه داوطلبی، این خیلی جالبه، کارنامه تجمیعی بهش میگیم، یعنی نشون میده که دانش آموز از اولین آزمون تا آخرین آزمون چه نمودار پیشرفتی داشته. اما تمام کارنامه‌ای که آماده میشه در واقع همش به یه صورته. پس من اگه یکی رو بهتون توضیح بدم، بقیه‌اش با همون روش میتونین انجام بدین. من میزنم کارنامه داوطلبی، این باز میشه. خب اول انتخاب آزمون رو میزنیم. خب آزمون رو که باید بزنیم، ببینیم کدومش بوده که من میخوام بررسی کنم. این بود کارنامه‌اش، آزمونی که برگزار شد. خب اینو تاییدش میکنم که اینو خورده. خب تایید شد. حالا انتخاب داوطلبی رو میزنم، هر دو داوطلبمو انتخاب میکنم. با این دوتا مثلث کنار هم رو بزنیم، کل انتخاب همه موارده و اینو انتخاب کنم، تایید میکنم. خب من خودم معمولا در حالت افقی قرار میدم اینو، در حالت افقی، این پایین نوشته افقی، و این تعدادم میزنم عدد 5.
خب اینجا یه چیز داریم به نام پیش مشاهده. پس من میتونم کارنامه اینا رو پیش مشاهده کنم. ببینیم به راحتی کارنامه قابل دیدن هست و ما میتونیم کارنامه رو ببینیم. خب حالا کارنامه پیش مشاهده شده، ببینیم. خب ما کارنامه رو بخوام به این صورت پیش مشاهده میکنیم، ببینید سوالا رو دونه دونه نوشته. اینجا کارنامه بهتون یاد داد عملکردشون رو نوشته، ترازشون رو نوشته و میتونید ترازم فعال باشه یا نباشه، میانگین کل دانش آموزان، بالاترین درصدی که داشتیم 11% بوده و الی آخر. اینو میزنیم خب و اینو میتونیم چیکارش کنیم؟ گزینه چاپ و اینا رو چاپش کنیم. حالا یا میتونیم چاپ کنیم یا مثلا با استفاده از نرم افزار PDF Exchange به صورت PDF تحویل بگیریم. ممنون که توضیحات منو گوش دادیم. پس این توضیحات شد برای ساخت کارنامه و انشالله که موفق باشیم و بتونیم که بهترین آزمون رو از دانش آموزاتون بگیریم.